سلام رفقا، امیدوارم حالتون خوب باشه. من یه دونه باند قدیمی داشتم که ظاهرش یه ذره خراب شده و یه سری از دکمه‌هاش شکسته، اما باندش سالمه. برای همین تصمیم گرفتم که براش یه باکس چوبی درست کنم و قطعاتش رو داخل اون بذارم. با من همراه باشین. خب، قدم اولمون اینه که من پیچه باند رو باید باز کنم. 6 تا پیچه آلن خور هست که با آچار آلن بازشون میکنم. 3 تا اسپیکر داره که دوتا کوچیکاش ظاهری هن و هیچ سیمی ندارن و فقط اسپیکر بزرگی هست که صدا ازش خارج میشه. پیچه های اسپیکر ها رو هم باز میکنم، تک تک قطعات رو باز میکنم و همه رو میذارم کنار که بعدن روی باکس جدیدی که درست میکنیم همه رو دوباره وصل کنیم. خب، میخوام قسمت بلندگوها رو در بیارم. یه قطعه چوبی 20 سانتیمتر در 25 سانتیمتر به قطر 2 سانتیمتر برداشتم و با یه خطکش اول میخوام قسمت اسپیکر بزرگ رو در بیارم. اسپیکر بزرگم قطرش تقریبا 14 سانتیمتره. با راهنمای گردبر اوورفرز که قبلا ویدیوشو براتون درست کردم، به کمک این راهنما قسمت دایره شکل اسپیکر رو در میارم. همونطور که میدونید من توی این کانال ویدیوهای مختلف از محصولای چوبی که درست میکنم میسازم و ویدیوشو با شما به اشتراک میذارم. سعی میکنم که محصولای متنوعی درست کنم و همش توی یه تیپ نیست. پس اگر شما به اینجور محتوا علاقه دارین میتونین کانالمو سابسکرایب کنین، هم شما کانالمو دارید و همین که بیشتر این حمایتی که میتونید ازم بکنید اینه که کانالمو دنبال کنید تا بیشتر دیده بشه کانالم و افراد بیشتری بتونن ویدیوهای این کانالو ببینن. برای اسپیکرهای کوچیک دیگه نیاز به این راهنما نیست، چون سایزش کوچیکه و با گردبر میتونم اون قسمت ها رو در بیارم. من از قبل چند تا تخته دیگه هم برش زدم. این تخته ها قطرشون کمتره، قطرشون تقریبا 1 سانتیمتر 9.5 میلیمتر و عرضشون 10 سانتیمتر. میخوام با خودکار دور قابم رو اندازه بزنم و یک قاب برای قسمت اسپیکر ها در بیارم. خب، قطعه های باکس چوبیمون رو برش زدم. میخوام که با چسب قطار رو به هم بچسبونم و وصلشون کنم به صفحه جلویی باندمون. میتونم از چسب چوب عادی استفاده کنم، اما برای اینکه کارم محکم تر بشه از چسب چوب ضد آب استفاده میکنم که حالت انعطاف پذیرم داره و خیلی خشک نیست که اگر ضربه کوچیکی به باند بخوره از اون قسمت چسب خورده نشکنه. پس از این چسب استفاده میکنم که دوام کار رو ببرم بالاتر. حالا میخوام قسمت برد باند رو علامت بزنم روی باکس چوبی و اون قسمتش رو در بیارم. اول قسمت نمایشگر رو علامت میزنم و قسمت نمایشگرش رو در میارم و بعد به نسبت همون جای دکمه ها و قسمت بالایی برد که همون قسمت اتصالات مثل قسمت شارژ، قسمت پاورش و قسمت مثلا فلش خورش و مموری خورش رو خالی کنم. چون قطر صفحه جلوییم تقریبا 2 سانتیمتر و زیاده، اول با دریل اون قسمت صفحه نمایش برد رو خالی میکنم و بغلاش رو با یه مقار تخت صاف میکنم. اگرم قسمتی نیاز داشت به سوهان کشی، خب با یه دونه سوهان اون قسمتش رو کامل تمیز میکنم. قسمت بالایی باند رو هم به همین شکل.
انجام میدم و اون قسمتش هم در میارم و خالی میکنم. این وسط یه تشکرم بکنم از شما عزیزایی که تو کامنت ها بهم لطف دارین، بهم انگیزه میدین، انرژی میدین، کانالم سابسکرایب میکنین، ویدیوها رو لایک میکنین، نظرهای خوب برام مینویسین. این خیلی بهم انگیزه میده و خواستم از اینجا ازتون تشکر کنم. دمتون گرم، ایشالله که همیشه سالم و سلامت باشین و حالتون خوب باشه. من قسمت تقسیم باند قبلی رو جدا میکنم که قسمت پاورش، فلشخورش و کابل آکسش اون هم جدا هست رو میخوام از باند قبلی بکنم و روی باند جدیدم نصب کنم. برای اینکه بتونم قسمت تقسیم رو روی باکس جدید بذارم، بنزه دو میل با مقار تخ اون قسمت بالایی رو خالی میکنم که اون قسمت تقسیم آبی رنگ کامل بشینه روی باکسم و هم سطح بقیه باکسم بشه. نوبت ابزار زدن باکسم شده. من با اوورفرز و تیغه بانکی قسمت باندا رو یک ابزار زدم. روی تیغم بربرینگ داره، برام خیلی راحت به لبه کار تکیهش میدم و دور تا دورش رو ابزار میزنم. قسمت جلویی باکس رو هم با تیغه دیگه اوورفرز که اسم اونم بانکی هست ابزار میزنم، ولی شکلش به صورت هلالی شکله به بیرون که ظاهر بهتری به خودش بگیره باندمون و قیافش خوشگلتر بشه. من بعد از این که روی باکس چوبیمون رو سنباده زدم دارم رنگش میکنم. رنگی که انتخاب کردم از برند همل است و رنگ گیاهیه. اسم رنگش هم عنابیه و میتونید از دیجیکالا بگیرید یا از سایت دیگه، یعنی به راحتی برند همل رو میتونید پیدا کنین و تهیه کنین و استفاده کنین. بریم سراغ وصل کردن قطعات روی باکس جدیدمون. اول از باند بزرگ شروع میکنم، 4 تا پیچشو میذارم و روی باکس جدید پیچ میکنم. بعد بانده کوچیکو میذارم که فقط ظاهر دارن و چون اصلا سیمی ندارن و قابل استفاده نیستن. بعد از اون هم که بردمون رو وصل میکنم، جایی که قبلش با هم دیگه برش زدیم کامل فیکس میشه توش و برای اینکه توی جاشون فیکس بشن و بمونن و تکون نخورن، من از چسب تفنگی استفاده کردم. میتونید از چسب قطره‌ای هم استفاده کنید، ولی خب چسب قطره‌ای اگر بخواید بعداً بکنینش دیگه کارتون سخته و احتمال داره کنده نشه یا به بردتون آسیب برسه. برای همین من از چسب تفنگی استفاده کردم. باتری باند رو هم به بغل باکس چوبیمون چسب زدم و سیم باند و سیم باتری رو به بردمونم وصل کردم و پیچای پشتش رو میبندم. اگه ویدیو رو دوست داشتی لطفاً لایکش کن، این به دیده شدن کانالم خیلی کمک میکنه و باعث میشه افراد بیشتری این ویدیو رو ببینن.
اگر ویدیو رو دوست نداشتی لطفاً آن لایکش کن و توی قسمت کامنت ها برام بنویس که چرا دوستش نداشتی. سعی میکنم اون مشکل رو برطرف کنم تا ویدیوهای بعدی رو دوست داشته باشی. لطفاً اگر کانال رو ساب نداری کانال رو سابسکرایب کن. با این کارت از من و کانالم حمایت خیلی بزرگی کردی. من باند رو روشن کردم، همینطور که میبینید هم روی رادیو میره و هم بلوتوث داره و هم میشه که کابل آکس وصل کرد یا فلش بهش وصل کرد و استفاده کرد. اما خب به خاطر کپی‌رایت نمیتونم براتون موزیک پلی کنم. ممنونم که ویدیو رو تا آخر نگاه کردی. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.